دوستای عزیزم سلام، امیدوارم که خوب باشین. خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه با من. امروز قرار حوالی چند نقطه معروف و شلوغ تهران قدم بزنیم و امیدوارم که از ویدیو خوشتون بیاد و با لایک و کامنت هاتون حمایتم کنید. بیایید از تئاتر شهر با هم بریم به سمت میدان ولیعصر تا ببینیم توی این مسیر چه چیزهایی با هم میبینیم. پس برای دیدن ادامه ویدیو لطفاً همراه هم باشید. اینجا یکی از خیابون‌های مهم تهرانه، خیابون نوفلاشاتو که هم اسم یه روستا تو فرانسه است. ما اینجا رفتیم داخل یه کافه تئاتر، جاتون خالی برای نهار پاستا خوردیم. کیفیت خوبی داشت و از منوش هم براتون عکس گرفتم که قیمتاش رو ببینید. قیمت پاستا آلفردو 210 تومن بود که با دلار متاسفانه 40 تومنی میشه حدود 3 دلار. خب از خیابون نوفلاشاتو وارد خیابون ولیعصر شدیم و الان داریم به سمت تئاتر شهر میریم. امروز جمعه است و ممکنه به شلوغی روزای وسط هفته نباشه، ولی بدونین که به غیر از جمعه و پنجشنبه شما جمعیت بیشتری رو توی این خیابونا میبینید. دمای هوا هم امروز حدودا 7 درجه سانتیگراده و هوا یه مقداری خنکه. تقاطع خیابون انقلاب و ولیعصر یا همون تئاتر شهر همیشه بربیای خاصی هست. اینجا پر از دست فروش، از غذا گرفته تا لباس و وسایل دکوری که قیمتاشون هم مغازهای سطح شهر یه مقداری پایین تر. توی این راسته خوراکی زیاد پیدا میشه، شیرینی فروشی، فست فود، حتی دست فروشهای غذاخونگی رو هم میتونید اینجا زیاد ببینید. یه چیز دیگه هم که اینجا خیلی زیاده کافه است. توی هر کوچه ای از این منطقه برین حداقل یه دونه کافه پیدا میشه. بافت این منطقه بیشتر تجاری و اداریه و یکی از دلایل شلوغی زیادش هم همینه. شاید بتونین توی این مسیر گاهی اوقات خریدای به صرفه و خوبی انجام بدید. من قیمت این هودیای رنگارنگ رو پرسیدم. قیمتشون حدوداً 230 تومن بود که میشه 6 دلار. مترو تئاتر شهر هم همینجاست که یکی از شلوغ‌ترین ایستگاه‌های مترو هست. تئاتر شهر توی دوران پهلوی و به ابتکار فرهاد پهلوی در دهه 40 ساخته شده و 5 تا سالن نمایش داره. معماری و نمای این تئاتر خیلی زیباست و جزء میراث فرهنگی کشور محسوب میشه.
سمت راست تئاتر شهر هم یه پارک هست به اسم پارک دانشجو که به نظر من خیلی محیط خانوادگی نداره. اومدیم این سمت خیابون و داریم در راستای خیابون ولیعصر به سمت شمال قدم میزنیم. احتمالاً اکثرتون اینجا یه قدمی زده باشین. اگرم دانشجوی تهران بوده باشین، حتما بارها گذرتون اینجا افتاده و میدونید که توی روزای عادی شما کلی دختر و پسر و قش دانشجو اینجا میبینید که اکثراً بچه های دانشگاه تهرانن، چون این دانشگاه به اینجا خیلی نزدیکه. راستی اگر دوست داشتید اطراف دانشگاه تهران رو ببینید و اونجا یه قدمی بزنید، یک ویدیو در این مورد دارم که لینکش رو این بالا میذارم که اگر دوست داشتید روش کلیک کنید و ببینیدش. یه چیز دیگه که اینجا خیلی زیاد هست، فروشگاه قطعات الکترونیک و کامپیوتر هست. بازار کامپیوتر رضا هم همینجا قرار داره که اونجا اکثر برندها رو میتونید پیدا کنید. همونطور که میبینید وضعیت بازار نسبت به قبل خیلی کسادتر شده و حتی وسط هفته هم که بیاین اینجا دیگه مثل قبل نیست، چون وضعیت اقتصادی مردم متاسفانه خیلی ضعیفتر شده و قدرت خرید کمتر. کم کم داریم میرسیم به میدان ولیعصر که یکی از مهمترین میدانهای تهرانه و از سمت شمال به میدان جهاد و از شرق به کریم خان، از غرب به بلوار کشاورز و از سمت جنوب هم که به تئاتر شهر متصل میشه. همین بغل یه سینما هم هست که اسمش سینما قدسه، ولی من تا به حال نرفتم که بگم کیفیتش چطوره. دور میدون ولیعصر هم کلی فروشگاه و مغازه هست که شما میتونید انواع لباس، خوراکی و تنقلات رو اونجا پیدا کنید. از هایدا تا کلانا گرفته تا فلافل و فست فود و لواشک. لباسای این مغازه رو میبینید که لباسهای گرم و مخصوص این فصل هست که هر رگالش 130 تومن قیمت خورده. خب جاتون خالی، ما اومدیم کلانا تا یه قهوه گرم توی این هوای سرد بخوریم.
کوچه. ما روز مادره. چرا؟ یه به سر سال افتاد. دوستای عزیزم، خیلی ازتون ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که لذت برده باشید و با لایک و کامنت های پرمهرتون منو حمایت کنین. مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.